حفظن. یه عده میگن که خب مثلا اینا چی، یعنی چی توی فضای مجازی؟ میگم که به خدا قسم همین اندازه که اونجا یه چیزی حفظ میکنید میاید، یعنی اینکه با حافظ آشنا میشید، اینکه میتونید شعر بخونید، میتونید شعر حفظ کنید، میتونید فلان یا راجب اطلاعات عمومی، از همین جاها شروع میشه و خیلی چیزا درست میشه، خیلی بهتر میشه اوضاع. دارید شعر برامون؟ بفرمایید. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. بسیار عالی، خیلی هم عالی. خانم بهتر بودن؟ آقا بهتر بودن؟ هر دو بهتر بودن، یعنی سعیشون رو کردن. بسیار عالی، مرسی. خیلی ممنون. از دوستان پشت صحنه خواهش میکنم بعد از اینکه امشب ضبط تموم شد زنگ بزنن آتش نشانی بیان اینجا رو. آره اصلا، یعنی بکوبیم، باید دوباره بسازیم. هم ایشون اومدن 70 روز رو آلومینیوم، هم همسرشون. واه واه. و حرف آخر، گاهی ما فکر میکنیم پشت هر تصمیم و اتفاقی که میفته هزاران دلیل و چرا و غیره وجود داره، در حالی که قضیه خیلی ساده تر از این حرف هاست. چرا فکر میکنید همه چیز اینقدر رو حساب و کتابه؟ یه بار یکی به من گفت که چرا هنر ایران در دهه 60 بیشتر به کودک می پرداخت؟ آیا این گونه نیست که در بستر زمان کودکان قربانی نگرش صنعتی و تجاری سازی تولیدات شدند و گرد فراموشی به کار کودک پاشیده شد؟ گفتم نه خیر، اصلا این گونه نیست. گفت پس چگونه است؟ گفتم این گونه است که یک زمانی تلویزیون بچه کوچیک داشتن و به هر مشکلی که با بچهشون برمیخوردن فردا طرح یک برنامه جدید رو مینوشتن، میگفتن اینو اجرا کنید.